مجلس سنا سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را به علت نبود شفافیت در گردآوری 10% مالیه های کردیت کارت های مصرفی موبایل و چالش های اینترنتی در کشور برای پاسخگویی فرا خواند. شماری از اعضای مجلس سنا میگویند که در گردآوری این پول ها شفافیت وجود ندارد و از چند سال به این سو روشن نشده که این پول های مردم در کجا به مصرف میرسد. ما میخواهیم که منیس یک وزیر جوان که مطبوعات هم حضور دارم و مجلس اعضای مجلس سنا هم شاهد هستند که بگین آیا در 10% فساد است یا نیست. واضح با یک جرحت هر نوع مسئولیتی که از این روند خب آمده تا حال را به دوش حکومت هست و شورای ملی تا حال را تبدیل به قانون نکرده. در همین حال سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که تمامی پولهای گردآوری شده به گونه مستقیم به خزانه حکومت واریز می شود. شرکت ها پول خود به اکانت 600 وزارت مالیه همیشه می پردازند و پول وقتی به اکانت شرکت پول وقتی از اکانت شرکت به اکانت وزارت مالیه میره دیگه بعد ازش در اکانت حکومت است و ما فکر نکنم کسی بتونه او پول دست برد بزنه. اسنادش وجود داره، اسناد پولایی که از شرکت‌ها به حکومت آمده. با این حال وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تاکید می‌ورزد که بر بنیاد قرارداد ایجاد سیستم ریال تایم وسایل تکنیکی آن به کابل رسیده و تا دو هفته دیگر یک شرکت مخابراتی دولتی با آن وصل می‌گردد و پس از آن دیگر شرکت‌های مخابراتی شامل این سیستم می‌شوند تا شفافیت گردآوری پول‌ها تضمین شود.